درود خدمت شما همیهنان عزیز. برنامه ایران در حال گذار رو با هم دنبال میکنیم. به اطلاع شما برسونم که تکرار این برنامه ها به لطف دوستان عزیز در تلویزیون اندیشه شنبه ها 2 تا 3 بعد از ظهر از این پس و 4 شنبه ها همونطور که مانند گذشته 6 تا 7 صبح به وقت لس آنجلس هر دو تا 3 بعد از ظهر شنبه ها به وقت لس آنجلس، 6 تا 7 صبح 4 شنبه ها به وقت لس آنجلس. برنامه امشب ما مربوط به ادامه اعدام‌های پی در پی در ایران توسط آخوندهای حاکم جنایتکار با پروفسور محمود امیر مقدم خواهیم بود. با مشکل داریم تلفن ایشون. نه اومدن پیداشون کردم. خیلی خوب. در طول مدت 50 سال گذشته همه ساله در دنیا از تعداد کشورهایی که به اعدام ادامه میدند کاسته شده. امروز در دنیا در میون 195 کشور عضو سازمان ملل متحد در 155 کشور مجازات اعدام مدت هاست که یا قانوناً منع شده در 100 کشور یا عملاً از انجامش سال هاست که پرهیز میشه. بر تعداد این کشورهای مخالف اعدام در جهان همه ساله افزوده میشه. امروز فقط در 40 کشور دنیا مانند ایران، چین، سودان، پاکستان و کره شمالی مجازات اعدام هنوز وجود داره. در طول سالهای 2011 و 2012 اعدام فقط در 21 کشور جهان انجام گرفت. فقط در 21 از 195 کشور عضو سازمان ملل متحد. در کشور امریکا موضوع منع مجازات اعدام قانوناً در حوزه صلاحیت ایالات قرار داره. برای جلوگیری از انجامش در چند سال اخیر ایالت‌های مختلفی مانند ایالت نیویورک، نیوجرسی، مریلند، نیومکسیکو، کلرادو و 20 ایالت دیگر تا به امروز اعدام را غیرقانونی اعلام داشتند. ایالت واشنگتن 2 روز پیش به این جمع پیوست و ایالت‌های دیگر هم دارن می‌پیوندن به این جمع. طی بیش از 30 سال گذشته به نسبت جمعیت کشور
ایران جمهوری آخوندی بالاترین تعداد اعدام ها را در جهان داشته طی 30 سال گذشته. در این مدت آنها بیش از 50,000 از برادران خواهران ما رو اعدام کردند و از این لحاظ همه ساله مورد شماتت مجمع عمومی، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی طرفدار حقوق بشر قرار می گیرند. از 6 ماه پیش که آخوند حسن روحانی در جمهوری اسلامی به مقام ریاست جمهوری رسید تا کنون طبق آمار خود رژیم بیش از 360 نفر زن، مرد، پیر و جوان در ایران اعدام شدند که 30% بیشتر از مدت مشابه در گذشته است. با این مقدمه بسیار کوتاه می‌پردازیم به بحث با مهمان عالی قدر امشب برنامه، پروفسور محمود امیری مقدم، استاد دانشگاه اسلو و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. آقای دکتر به برنامه خوش اومدید. من در برنامه در معیت دخترم رخسان گنجی هستم. خیلی خوش اومدید. درود بر شما آقای دکتر امیری مقدم. من شرح حال کوتاهی از پروفسور امیری مقدم به اطلاع شما میرسونم. ایشان 42 سال پیش در کرمان به دنیا آمدند. فارغ التحصیل دانشگاه اسلو نروژ و دانشگاه هاروارد در رشته مغز و اعصاب هستند. فوق دکتراشون رو در دانشگاه هاروارد به پایان رسوند. برنده مدال طلای سلطنتی از دانشگاه اسلو و همکار پیتر اگره، برنده جایزه نوبل در شیمی در سال 2002 و استاد رشته مغز و اعصاب دانشگاه اسلو هستند. ایشان یکی از بنیادگذاران و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو هستند که 8 سال پیش با همکاری تعدادی از فعالان حقوق بشر کار خودشون رو آغاز کردند. موج اعدام‌ها در ایران یکی از موضوعاتی است که این سازمان از سال 2007 بیشترین تمرکز کارش رو روی آن قرار داده و به همین دلیل از سال 2009 عضو ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام در ایران قرار گرفته. مستندسازی، آگاه کردن افکار عمومی ایران و جهان در زمینه موج اعدام‌ها در ایران از جمله وظایف اصلی این سازمانه. سازمان حقوق بشر ایران سالانه گزارش مستندی مربوط به روند اعدام‌ها در ایران تهیه و منتشر می‌کنه که اکثرا مورد استناد مجامع بین‌المللی حقوق بشر قرار می‌گیرند. اعضای این سازمان در ایران و در چندین کشور دیگر فعال هستند. در حال حاضر آنها دارای یک شاخه در ایتالیا، یک شاخه در نروژ، یک دبیرخانه بین المللی هستند. آقای دکتر اگر چیز دیگری هست که اضافه بفرمان ممنون میشم. خیلی خوش اومدید آقای دکتر به برنامه. درود بر شما دکتر گنجی. متشکرم از اینکه منو دعوت کردین و این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و همچنین درود میفرستم که وقت برنامه‌تون رو به این مسئله مهم یعنی اعدام اختصاص میدین، چون به نظر من همونطور که شما هم اشاره کردین اعدام شاید یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر باشه، یعنی که در واقع حق حیات رو، یعنی اساسی ترین اصل حقوق بشر رو نقض میکنه و وضعیتش در ایران رو هم که به درستی اشاره کردیم بهش، ایران جزو یکی از بدترین کشورهایی است در زمینه اعدام، در صدر کشورهای جهان قرار داره. ما میدونیم که ایران شاید تنها کشوری است، جزو معدود کشورهایی است که نوجوانان رو هنوز اعدام میکنه، مجرمین نوجوان رو. کشوری است که بیشترین تعداد اعدام در ملأ عام رو داره و حالا امروز
من فکر میکنم که همگی تصاویر اعدام های ملای عام دیروز شیراز رو دیده باشین. در شهر شیراز در میدان کوزگری دیروز دو نفر اعدام شدند. در ملای عام وقتی که به عکس هایی که خبرگزاری فارس منتشر کرده نگاه میکنیم، در بین مردمی که دارن این اعدام ها رو تماشا میکنن تعداد قابل توجهی کودک دیده میشه و این شاید یکی از در واقع فجایع، یعنی یکی از فجایع این مسئله اعدام در ایران باشه که امیدوارم بعدا در موردش بتونیم صحبت کنیم. ولی خب شما اشاره کردین به اعدام در سطح دنیا، کاملا درسته. در این سالهای اخیر معمولا حدود 20 کشور هستند که احکام اعدام را اجرا می‌کنند و فاصله دو کشور اول که خب چین و ایران هستند با کشورهای بعدی مثل عربستان سعودی، عراق فکر کنم در زمره سوم بوده، متاسفانه همون راهی رو داره ادامه میده که جمهوری اسلامی ادامه داد و ایالات متحده هم فکر کنم پنجمین کشوری باشه. ولی خب تعداد اعدام های سالانه در ایالات متحده آمریکا حدود 40 اعدام بوده، 40 تا 50 اعدام در این چند سال گذشته. این در حالی است که فقط در ماه ژانویه، یعنی که اولین ماه این سال میلادی، 69 اعدام در ایران داشتیم. یعنی و این خب عمق فاجعه رو نشون میده در ایران، چون که شما به اینم اشاره کردین که جمعیت ایران حدود 70 تا 80 میلیونه، ایالات متحده نزدیک حدود 300 میلیونه. و ولی خب در هر صورت مسئله اعدام فقط مسئله آمار نیست، مسئله احترام به کرامت انسانی است، احترام به حقوق بشر است و در هر کجا که نقض میشه باید به اون اعتراض کرد و این ائتلاف جهانی ضد اعدام که سازمان حقوق بشر ایران هم عضوش هست ما اعتراض میکنیم. یعنی برای ما یعنی این ائتلاف تبعیضی قائل نیست بین این که کدوم کشورها حکم اعدام رو اجرا میکنند یا نه، ولی فرقهایی وجود داره. برای مثال در بعضی کشورها مسئله اعدام یک مسئله امنیتی است، یعنی به نظام ربطش میدن. در کشوری مثل کره شمالی که خب وضعیتش مشخصه، عربستان سعودی، ایران، چین، آزادی آنچنانی وجود نداره برای فعالیت کسانی که میخوان حکم اعدام لغو شه. ولی در کشوری مثل مثلا تایوان، ژاپن، ایالات متحده، خب سازمان‌های متعددی وجود دارن که اجازه فعالیت دارن. ولی خب اعدامه و در هر کجا که صورت میگیره باید محکوم شه. پروفسور امیر مقدم، اشاره کردین به اعدام‌های دیروز در شیراز و اینکه بچه‌ها کودکان نگاه میکردن. چند وقت پیش داشتم مقاله میخوندم که یه پسر 12 ساله در کرمانشاه به اسم مهران و برادر کوچکتر از خودش صحنه اعدام رو تو اتاقشون درست کرده بودن. برادر کوچیکه اون نوس، اون نمیدونم چی بهش میگم، اون تناب حلقه که میزن گردن بله. اونو درست میکنه و مهران میره سرشو میذاره اون تو و این بچه خودش رو حلقاویز میکنه بدون که در حال بازی بودن با هم دیگه. بنابراین اینا تو خیابون دیده بودن صحنه اعدام، اومدن خونه بازی کردن. خطری که هست هم از لحاظ
سایکولوژیکو برای این بچه‌ها از نظر روانشناسا که برای بچه چه اثری میذاره؟ چون خود شما هم من یادمه گفتین که میرفتین اولین بار اعدامو دیدین که اینقدر روتون اثر گذاشت اگه اشتباه نکنم. بنابراین و هم خطر این که این بچه‌ها میان خونه فکر کنن این یه چیز اوکیه که بیان بازی کنن و یه همچین اتفاقایی میفته. این برای جامعه خیلی مهمه. چی فکر می‌کنین و چی بیشتر می‌دونین درباره این؟ آقای دکتر قبل از اینکه پاسخ رخصان بدین من مجدداً به این مسئله اشاره بکنم که در تاریخ ثابت شده که اعدام جلوی هیچ چیزی رو نمیگیره. من کتابی در زمانی که دانشجو بودم در دانشگاه کمبریج در یک مناظره در دانشگاه روی اعدام من یه طرف مناظره بودم و کتاب‌های متعددی در انگلیس چاپ شده بود خوندم. در ابتدای قرن بیستم در انگلیس اعدام‌های گوناگونی وجود داشت. برای جیببری مثلا طرف اعدام می‌شد. روزای یک شنبه جمعیت عظیمی تو پارک‌های لندن جمع می‌شدند برای اینکه اعدام‌ها رو ببینن. همون جایی که صدها نفر رو به خاطر جیببری داشتن اعدام می‌کردن، بزرگترین تعداد جیببری‌ها همونجا تو اون پارک‌ها انجام می‌گرفت. یعنی نشون می‌داد که اعدام هیچ چیزی رو حل نمی‌کنه جز اینکه جامعه رو ضد انسانی می‌کنه، یعنی اون حرمت زندگی رو بهش خدشه وارد می‌کنه. علاقه دارم در این مورد هم شما نظرتون بفرمایید. بله کاملا با صحبتتون موافق هستم. این حالا اگه به مسئله حرمت انسانی نگاه کنیم، خب اتفاقی که میفته اینه که مسئله اعدام، مسئله گرفتن جان یک انسان، مسئله قتل در واقع مشروعیت پیدا میکنه. و خانم گنجی هم الان اشاره کردن به کودکانی که تماشاگر صحنه های اعدام هستند، که خب در واقع در ذهن این کودکان کشتن یک انسان تبدیل به یک امر عادی میشه. یعنی که نه تنها کمک نمیکنه به کم کردن جرم، بلکه حتی باعث ترویج خشونت در جامعه میشه. جرم های خشن معمولا در کشورهایی که حکم اعدام رو اجرا میکنند بیشتر دیده میشه. بعد دقیقاً بیشتر دیده میشه. من فکر میکنم که چند سال پیش در آمریکا مطالعه شده بود بین هم ایالت‌های مختلف و هم ایالتی که قبلها در سالهای پیش اعدام رو اجرا میکرده و بعد اعدام لغو شده بود. دیده بودن که رابطه نزدیکی وجود داره بین اجرای حکم اعدام و جرائم خشن مثل قتل و تجاوز و که خب در جمهوری اسلامی اکثر کسانی که یعنی تعداد زیاد از کسانی که اعدام میشن رسما به این دلیل اعدام شدن. ولی خب تأثیری که داره در خیلی از کشورها ایجاد رعب و وحشت هست و در واقع این دلیل اصلی اجرای احکام اعدام. من فکر میکنم که در حال حاضر در همه کشورها دلیل اجرای اعدام یک دلیل سیاسی است. حالا بعضی کشورها دیکتاتوری هستند مثل ایران که خب رهبران این حکومت، مسئولین نظام میدونن که اگر جوانان ایرانی نترسند، مثل 4 سال پیش دوباره به خیابون ها میان اعتراض میکنند و این حکومت از اونجایی که حمایت مردمی نداره مجبور هست به ایجاد وحشت، مجبور هست به سرکوب،
به سانسور و اعدام مهمترین ابزارش هست. حالا شاید پرسیده بشه خب همه کشورها که دیکتاتوری نیستن، کسایی که کشورهایی که اعدام میکنن مثلا ایالت تکساس در ایالات متحده آمریکا یا فلوریدا یا ژاپن یا تایوان، اینا خب در واقع کشورهای دموکراتیک هستند که حکم اعدام را هم اجرا میکنند. برای مثال تایوان خب در مقایسه با چین، خب چین یک سیستم تک حزبی داره، انتخابات معنی نداره، در تایوان اینطور نیست. سالهاست که در واقع چند حزب هستند، دموکراتیک هست و نقض حقوق بشر به اون شکل نیست، ولی حکم اعدام رو اجرا میکنند. خب چطور از اعدام در کشورهای دموکراتیک به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میشه؟ من این سوال رو از یکی از پروفسورهای آمریکایی مایکل رادلت، یکی از افراد برجسته مبارزه برای اعدام در آمریکاست که به نروژ اومده بود، که خب اتفاقا در یک شبکه دانشگاه بر علیه اعدام که در اسلو شروع شده در یکی از جلسات شرکت کرد. از ایشون این سوال رو پرسیدم که اون میگفت که بله، در حتی در آمریکا در تکساس هم دلیل اجرای اعدام سیاسیه نه مبارزه با جرم، و اون به این شکل که خب ببینید در بین مردم عادی اگه رأی گیری بشه، میشه گفت در اکثر کشورهای جهان شاید اکثریت به اجرای حکم اعدام یا به اعدام رأی بدن تا حذف اون، چون که ازشون سوال هایی میشه مثل این که اگر کسی بیاد عضوی از خانواده شما رو به قتل برسونه، شما نمیخواین که همون اتفاق بیفته با اون فرد؟ خب طبیعیه که هر انسانی بالاخره با عواطفی که داره بگه آره، منم میخوام که اون کسی که این جنایت رو مرتکب شده با خانواده من، اون هم اعدام شه. و اکثر کسانی که مسئله اعدام رو در واقع علم میکنن در کشور دموکراتیک بیشتر سر این مسئله است. سال گذشته ما در تایوان بودیم، رئیس جمهور این کشور به خاطر همین انتخابات که قرار بود بیاد، بلا فاصله بعد از اینکه یک جرم خیلی خشن مثل اینکه یک نفر 8 کودک رو به قتل رسونده بود و مردم و افکار عمومی جامعه شدیداً خواستار مجازات شدید این فرد بودند، اجرای احکام اعدام رو شروع کرد و بعد از 10 سال و 3 نفر رو اعدام کرد. سال گذشته 6 نفر رو اعدام کردن و این در واقع دلیلش استفاده از افکار عمومی برای گرفتن رأی بیشتره و این هم سیاسیه، چون این افراد واقعا میدونند که اعدام هیچ مشکلی رو حل نمیکنه و نه تنها جرم رو کم نمیکنه بلکه بیشتر هم میکنه. آقای دکتر، از زمانی که روحانی اومده سر کار، وضع اعدام ها در ایران چگونه تغییر پیدا کرده؟ بیشتر شده، کمتر شده؟ و یه مطلب دیگری که من دقیقا در موردش خوندم اینه که اعدام ها فقط اون چیزایی نیستن که در خیابان ها دیده میشه، در داخل زندان ها خیلی از زندانیان رو میکشند و اعدام میکنند و کسی نمیدونه. کاملا درسته. اگه به سوال دومتون بپردازم، ما در این 5 سالی که گزارش سالانه اعدام منتشر میکنیم، هر سال بیشتر به این نتیجه میرسیم که تعداد اعدام‌های اعلام نشده خیلی بالاتر از اون چیزی است که ما حتی تصورش رو میکردیم. بله، مثلا ببینید سال گذشته در
گزارش سالانه اعدام سال 2012 میلادی، چون سازمان حقوق بشر بر اساس سالهای میلادی در گزارشش رو مثل عفو بین‌الملل منتشر میکنه، تقریبا 50% از اعدام هایی، یعنی 49% از اعدام هایی که ما تونستیم در واقع تایید بکنیم صحتشون رو، غیر رسمی بودن یا مخفیانه، و این آمار خیلی بالایی است. و ما میدونیم با اینکه ما تونستیم با محدودیت هایی که در ایران وجود داره، با عدم شفافیتی که در سیستم قضایی وجود داره، اینکه ما تونستیم این تعداد رو تایید بکنیم نشون میده که خب تعداد واقعی خیلی بالاتره. مثلا اعدام مخفیانه و اعلام نشده در 15 زندان مختلف ما تونستیم تایید کنیم. خب ما زندان‌های زیادی در ایران وجود دارند که ما در واقع هیچ منبعی در اونجا نداریم یا اطلاعاتی کسب نمی‌کنیم. چند ماه پیش رئیس دادگستری استان هرمزگان اشاره کرد به یک تعداد، اگه اشتباه نکنم حدود 14 یا 20